یعنی به قدری خوش عطر و خوش طعم و عالی در اومده که اصلا دیگه نمیتونم چجوری تعریف کنم. خدمت دوستان و همراهان عزیزم، انشالله که خوب و خوش باشین. امروز در خدمتون هستم با یه غذای مقوی و خیلی خوشمزه. الانم که دیگه هوا کم کم داره خنک میشه، واقعا اینجور غذا خیلی مزه میده. این غذایی که من میخوام امروز براتون درست کنم هم خیلی خوشمزه است، هم خیلی مقویه، همین که طرفداران خیلی زیادی داره. هم برای سالمندان خوبه، هم برای کودکان خوبه، هم برای خانمای باردار. و اینکه برای افراد کم خون خیلی مقویه و بینایی رو تقویت میکنه. حالا این غذا رو من خدمتتون بگم که چه موادی ما لازم داریم. خب عزیزان، این دانه عدسی که من میخوام براتون درست کنم، موادش رو خدمتتون بگم. این مواد رو من برای 4 نفر آماده کردم. این عدس ما 2 تا لیوانه، یعنی 2 تا لیوان فرانسوی عدس قرمز داریم ما. یه مقدار سک مرغه که من اینو داخل فریزر داشتم آوردم بیرون گذاشتم اینجا. و ما یه دونه پیاز درشت لازم داریم، چون پیاز من کوچیک بود، من 2 تا متوسط پوست کندم. 3 تا 4 حب سیر لازم داریم. یه عدد گوجه فرنگی درشت لازم داریم. یه دونه لیمو ترش. 2 عدد سیب زمینی متوسط، 2 قاشق غذاخوری رب گوجه فرنگی لازم داریم، 1/2 قاشق غذاخوری پودر کاری لازم داریم، 1 قاشق مرباخوری پاپریکا و 1/2 قاشق چایخوری فلفل سیاه. و اگر دوست دارین تندتر باشه غذاتون، میتونید از فلفل قرمز استفاده کنید. حالا من چون فلفل سیاه دارم میزنم، از پودر پاپریکا استفاده کردم، نمیخوام زیاد تند شه، ولی این غذا هرچی تندتر بشه خوشمزه تر میشه. و اینجا زردچوبه و نمک به مقداری که لازم داریم استفاده میکنیم. اینجا هم یه دونه از این قرص های استک مرغ ما داریم که حالا اگر دوست داشته باشین میتونین استفاده کنید. دوستان شما میتونین به جای پودر کاری به مقدار مساوی از پودر زیره و پودر گشنیز، البته پودر تخم گشنیز و پودر رازیانه و پودر خردل، اینا رو همه رو مخلوط کنید. کلن اینا همه بشه 1 قاشق سوپ خوریم. به این غذاتون اضافه کنید، البته غیر از فلفل. حالا فلفل سیاه و فلفل قرمز جداست، اونم باید جداگونه بریزین داخل غذاتون. گفتم اینم بهتون میگم که بدونید، اطلاع داشته باشید. این عدیه رو میتونید به جای این استفاده کنید. الان من این عدس رو ببرم بشورم، بعد بیام کاری دیگه‌شو انجام بدم که 1/2 ساعت خیس بخوره، بعد غذامون رو درست کنیم. پیازو هم میشه رنده کرد، همین که نگینی ریز خورد کرد. حالا من میخوام نگینی ریز خوردش کنم. این گوجه رو من نصفش میکنم، میخوام رندهش کنم. الان دیگه من باید 1 ساعت گذشت این عدس رو بریزم داخل قابلمه بپزه و پیاز داغمون و ساسش اینا رو جدا درست کنم. آب این عدس رو من دیگه دارم خالی میکنم، یه آب دیگه عملش رد کردم که عشان دیگه آب سفید سفید بشه، این نفخش و اینا همه هر بین بره. این عدسی که ما میریزیم داخل قابلمه باید آب بیاد تا 4 انگشت روش رو بگیره. من یه مقدار دیگه اضافه کنم آب. این استک مرغ رو من میریزم داخل قابلمه.
میدونم از این استاک های قرص مرغ داشتم من که اینم حالا قشنگ پودرش میکنم میرزم داخل غذامون که طعمش اینا هم طعمش خوبه. البته اینو بهتون بگم که حتما اینو باید از هم باز کنید این قرصا رو، چون اگر درسته بندازین یه حالت ژله پیدا میکنه، اصلا باز نمیشه، صفر میشه تو غذا. یعنی حتما حتما باید باز کنید اصلا. حالا باید منتظر باشیم تا جوش بیاد، اصلا نباید درشو بذارین چون سریع سر میره. این عدس وقتی که جوش میاد روش یه کفای سفید جمع میشه، اون کفا رو باید بگیریم بعد همش هم بزنیم که نسوزه، چون این عدس ها خیلی زود تن میگیره، باید خیلی حواسمون باشه. حالا من این روغنم بذارم داغ شه که سس غذامونم درست کنم. من این مقدار روغن جامد ریختم، روغن مایه هم میریزم روش. خب این پیاز من اضافه میکنم، روغن رو داغ شد. پیاز من اضافه کردم داخل روغن، حالا درشو میذارم که قشنگ کم کم سرخ بشه. این کفی که جمع شده روی این عدس، این باید حتما گرفته بشه. اینا رو من جمع کنم. این سیب زمینی که داریم باید الان اضافه کنیم داخل این عدس که پخته بشه. دوستان این کره 25 گرمیه، من میریزم داخل این عدس که یه طعم خوب به خودش بگیره. پیاز اون سرخ شد، حالا این سیر ما له میکنیم میریزیم، یه مقدارم با سیرمون تفت بخوره. این غذا سیر بده داخلش خیلی خوشمزه میشه. باید مواظب باشیم مرتب هم بزنیم که ته نگیره، چون این عدس ها خیلی زود را آب میندازه. ببینید الان من 10 دقیقه نیست رو باز گذاشتم، تمام باز شد اصلا، یعنی شکوفه شکوفه شد عدس ها. خب الان حدودا 1 دقیقه سیرمون تفت خورد و پیاز، حالا زردچوبه اضافه میکنیم. یه قاشق چای خوری کامل من زردچوبه اضافه کردم. ادویهش هم اضافه میکنی، مخلوط میکنی و دیگه الان روپش هم اضافه میکنی. روپ اونی مقدار تفت خورد، حالا من این گوجهی که رنده کردم بهش اضافه میکنم. نمک هم اضافه میکنم، حالا خوب مخلوطش میکنی. دوستان من سس آماده کردم، این مقدار دیگه هنوز کار داره، درشو گذاشتم که قشنگ به هم بیفته، این طعمش همه بره به هم دیگه و داخل این عدسمون بریزم. چه سس خوش عطر و بویی در اومد. دیگه همیز کار داره، آمدی شده. دوستان راجب این سیب زمینی میخواستم بهتون بگم که این سیب زمینی رو شما میتونید رنده کنید، بریزید قاطی همین عدس که لعاب بندازه. دیگه من درسته انداختم، اینم حالا الان داره آماده میشه، داره پخته میشه. من در میارم میکنم قاطی غذامون میکنم که لعاب بندازه. فقط من این سیب زمینی رو پخت دیگه در بیارم. سسمون آماده شد دیگه، من خاموش میکنم. بله دیگه
بستنی به روغن نشسته. من این مقدار دست ریختم روی این سیب زمینی که قشنگ نرمش کنم، مخلوط کنم با غذامو. اینم سیب زمینی هایی که کوبیدم له کردم، دارم قاطی عدسمون میکنم. دیگه قشنگ لعاب میندازه، احتیاج به آرد و اینا هم دیگه نداره. خب حالا این سوسی که درست کردم میخوام بریزم داخل عدسمون. کنم چون من نمک زدم، میخوام ببینم اون اثاره هم که ریختم شور نشه این موقع. به به بچه که خوشمزه شده، یکم نمک میخواد، نمک هیچ کمه. من میخوام یه مقدار سس گوجه تون قاطیش کنم. این سس هم من قاطیش میکنم که طعمش خوب بشه. از دل عدس خوشمزمون 10 دقیقه دیگه کار داری که آماده بشه. حالا من شعله رو کم کردم، خیلی کمه، تا کم کم 10 دقیقه به هم باشن این سس و عدس اینا به هم بیفته خوشتم بشه. من این سس فلفل رو یه مقدار قاطیش کردم چون با فلفلش با فلفل قرمز فرق میکنه، فلفل این کمتره، به خاطر اون گفتم حالا یه مقدارم از این قاطیش کنم که طعم بگیره. اینم از دل عدس خوشمزمون آماده شد، میخوام بکشم داخل ظرف. یعنی به قدری خوش عطر و خوش طعم و عالی در اومده که اصلا دیگه نمیتونم چجوری تعریف کنم. اینا جعفری خرد شده است، دارم میریزم برای تزیین. این سوسی که من آماده کرده بودم برای داخل غذامون یه مقداری کمش رو من ورزشتم برای تزیین روش. خب دوستان اینم از دال عدس خیلی خوشمزه این که براتون درست کردم، یعنی میگم خوشمزه، واقعا خوشمزه است. حالا غیر از اینکه خیلی خوشتم و خوشمزه است، برای معده خیلی مفیده و هضمشم خیلی راحته، به خاطر فیبر بالایی که داره مدت زمان بیشتری سیر نگهتون میداره. و من اینو حتما بهتون توصیه میکنم که این غذای خوشمزه و مغربی رو تو برنامه غذای هفتگیتون جا بدین که هم برای بچهاتون خیلی عالیه هم برای خودتون. حالا با اجازتون من یه تستی انجام بدم این دال عدسمون رو، ببینیم طعمش چجوری شده. برم از این سبزیش با اجازتون. یعنی نمیتونم بگم چقدر این خوشمزه شده، واقعا خوشمزه شده، واقعا خوشمزه شده. جای همگیتون خالی. بهتون پیشنهاد میکنم همین امشب درست کنید. عزیزان ممنونم که تا اینجا همراهیم کردین، خیلی ممنونم از حمایت قشنگتون، به خدای بزرگ میسپارمتون. روز و روزگارتون خوش، خدا نگهدار.